درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز چهارشنبه است و 11 از ماه اپریل. در روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت خدمت شما نگاهی می‌کنیم به شاهنامه فردوسی. شاهنامه عرض شود خدمت شما که قبل از اینکه امروز یک مطالب خیلی مهمی هست از دو متن خدمتتون می‌خوانم، در اخبار دو چیز توجه منو جلب کرد واقعا. یکی این که وزیر علوم گفته است اون کسانی که در فتنه شرکت کردن به دانشگاه راهشون نمید. ببینید حقوق انسان در اسلام و حکومت اسلامی چگونه است. اونجا رأی دادی، آمدی گفتی رأی من کو، ما زدیم آقا، نمیدونم شکنجه کردیم، بیابرو کردیم، به مسلسل بستیم، در خیابان ها کشتیم، زیر ماشین کردیم، هزار کار دیگه کردیم، که چرا گفتی رأی من کو؟ حالا چون گفتی اون دانشان تحصیلم حق نداری بکنی. ببینید داستان به چه قراره در مملکت ما. یعنی جوان ایرانی که در فرایند مثلا انتخاباتی که خود اینها پیشنهاد کردن شرکت کرده و رأی ریخته به صندوق و رأی رشون نادیده گرفتن و کاندیداش که برنده شد و بازنده اعلام کردن اومد گفت چرا حالا درس هم نمیتونه بخونه. حالا شما مقایسه بفرمایید با این مملکت آمریکا که در واقع عرض میکنم که گسترش این مملکت و حرکتش به طرف جلو توسط نیروهای جوان اغلب خارجی، خود آمریکایی‌ها و خارجی، در رو باز گذاشتن. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که سالی 90,000 یا این آمار 2007 هست، 96,000 مهندس آمریکا تولید کرده، چین 600,000 تولید کرده. این است که در واقع کمبود رو با نیروهای خارجی، یک امتحاناتی برقرار میکنن در هندوستان به نام IPT، نمیدونم بین 100,000 تا 150,000 نفر رو میارن همونجا گرین کارت و همینجا استخدام و اینها. مقصود اینها این است که کسی که با ما مخالف هست مملکت رو ترک بکند و برود، این مملکت مال ما است، ما به غنیمت گرفتیم. یکی این بود. یکی صحبتی آقای رضا پهلوی کرده، این شاهزاده، با یک عرض کنم که تلویزیون کانال 10، نمیدونم 10 کجاست، اسرائیل، که حقیقتا تحقیر ایران بوده. من تعجب کردم از حرفای این مرد با این سن، حالا شخصیت سیاسی مثلا، آقا یک آدم معمولی در خیابان اهل صلح میگه آقا بمباران نکنیم، جنگ نکنیم، چیز خوبی است. ولی کسی که شخصیت سیاسی داره مثلا ظاهرا که نمیره بعد بشیند بگوید که آقا شما ما رو بمبارون نکنید، خواهش میکنیم بمبارون نکنید، ما همون بچهای استر هستیم، کوروش رو یادتون بیاد چقدر یهودی نجات داد، ما هم بچه های استر. آقا چه بچه استری، مرد حسابی. این مثل داستان سادات حسنی حسینی است. ببینیم آقا از خشایارشا میگوید همه ایرانی ها شاگرده استر هستن، نمیدونم بچه های استر، شما هم بچه های استر. حالا خشایارشا زنش یهودی بود، خیلی خوب، اما نه اینکه دیگه ایرانی ها بچه های استر باشن. باید بگردیم سادات استری رو پیدا کنیم ببینیم کدوم نسل استر هستن. بعد میگه حالا شما ما رو بمبارون نکنید، خواهش میکنید بیاد به ما کمک کنید. حالا من اگه از شما بگم به ما کمک کن یا ما رو بمبارون کنی، حالا کدوم رو میکنی؟ آقا این چه حرفایی است مرد سیاسی میزنه؟ مگه ایران نمیدونم به قول معروف بانانا استیت که شوکه اسرائیل بیاد بمبارون کنه و ما التماس کنیم؟ مثل اینکه عرض میکنم که دستای ایرانیان رو بستن و اونجا نشستن دارن گریه میکنن به دامان اسرائیل که اسرائیل خواهش میکنن. و آقا این چه حرفی است، این چه گونه سخن گفتن یک مردی است که داره سیاست میکنه؟ بین بمباران و کمک به ما کدوماشو میکنی؟ کمک به ما، کمک به کی؟ مثل این که عرض کنم که اسرائیلی ها ماندن بین دو آلترناتیو که این یکی از اینا انجامش مشکلشون رو حل میکنه، یکی کمک به این آقاست، به ما یعنی به من دیگه، یکی هم بمباران ایران، حالا کدوماش بهتره؟ آقا مشکل اونا که این نیست که مرد حسابی. یه وقتی نادرشاه هند برگشته بود با اون
کبکبه و با اون شوکت و اون دبدبه و به قول قدیمی ها چادر زده و در خراسان، یکی از این مردمای مشهور رفته و پیش این یکی از این خوانین بخارا اونجا روی چاپلوسی کرده بود، شروع که به نادر صحبت کردن. گفت بله قربان، ما رفتیم خدمت خان بخارا، ایشون به ما گفت، آخه میدیم اونا سنی های خیلی متأثر، ایشون به ما گفت شاه شما رافضیه. من گفتم که نه والا، این شاه شما هم به دین شاه شماست. یک مرتبه نادر گفت چی گفتی؟ مرد حسابی، تو رفتی پیش تنباکو فروش بخارایی، ما رو کوچیک کردی؟ از تمام جهان امپراتورها میخوان بیان به پایبوس تخت ما. گفت که آقا سلمانی بیا برید. سر آقا رو چهار را کشیدن سوار اولاق کردن، اولاق ماده دوم خرم دارن دستش در سپاه بگردن که از این کار نکن، نادر رو تحقیر نکنه پیش خان بخارایی. مشکل این اسرائیلی ها چیز دیگه است، مشکل زیاد دارن. یکی که نمیخواهن که هیچ کشوری در مملکت در این منطقه صاحب قدرت بشه، هزار جور فتنه هم داره، مردم اسرائیل نمیگم، دولتش نمیگم، هزار فتنه در کار ایران دارن میکنن، از موضوع نمیدونم پانترکیس بگیرید تا تقویت نیروهای ضد وطنی کرد در منطقه و هزار رنگ دیگه دارن نقش بازی میکنن برای تضعیف ایران و اینها نمیتوانن ببینن. و گرفتاریشون اینجاست که آخوندها بمب اتمی بسازن و این تکنولوژی رو توسعه بدن و بعد این رو در اختیار حماس بگذارن و در اونجا این آلترناتیو نیست که به تو کمک بکنن مرد بزرگوار، که حالا یا به تو کمک کنن یا بمب بریزن. مرد سیاسی که مملکت خودش رو تحقیر نمی کنه که، آخه اونم در مقابل یک کشوری که یک وجب جاست. تنباکو فروش بخارایی شد داستان. خب اجازه بدید که عرض کنم خدمتتون که ما یک بانوی بزرگوار شاهنامه پژوه داریم بسیار غیرتمند، اونها خانم بهفر، قبلا ازشون نام بردم، کتاب لغتی که نوشتن و ریشه یابی لغات رو خدمتتون آوردم. خانم بهفر یک مقاله نوشتن در رد سخنانی که این ابراهیم گلستان گفته، پیران سر سخنان واقعا بیموردی بیمعنی، در همون خط سخنان مرحوم شاملو رحمت الله که در بیکلی گفت و شما ماجراشو میدونید، در همون خط یه سخنان بیهوده واقعا، یعنی داره هیچ ارزشی نیستن. ایشون این جواب داده و خیلی هم جواب خوبیست. من میخوام عرض کنم که اینجا به امروز به یک مطلب اشاره کنم، بعد مقاله خانم بهفر رو بعد میارم خدمتتون در یک روز چهارشنبه هفته بعده یا هفته بعد میخوانیم. میخوام اینجا اشاره کنم به موضوع ابیات الحاقی در شاهنامه فردوسی. داستان بدین وقت بود است که داستان شاهنامه داستان اون آخوندی است که گزارش کربلا رو مینوشت. یک آخوندی است رافضی از این آخوندهای خودمان نشسته بود و داشت تاریخ می نوشت. نوشت که در ظهر عاشورا حضرت حسین سوار ذوالجناح ذوالفقار علی به دستش حمله کرد، از اشقیا 40 نفر رو کشت. 40 نفر رو کشت. دو سه ساعت دیگه نوشتی به دلش نمی چسبه. کینه این اشقیا که با 40 نفر از دل ملا بیرون نمیاد که. گفتی 40 نفر که مرد حسابی، خودش به خودش، آخر حضرت امام حسین ماشاءالله فرزند علی با اون ذوالجناحش و فرمودم ذوالفقار 40 نفر، یه صفر هم اضافه کرد شد 400 نفر. تا پایین صفحه هم باز نوشتی 400 نفر مرد حسابی، یه صفر دیگه گذاشت، یک مرتبه غیرتش جوشان شد، شروع کرد گفت بذار بکشم این فلان شهاده رو، شروع کرد صفرها رو اضافه کرد. داستان شاهنامه یه همچین چیزی بوده. هرچه داستان جذابتر و هیجان داستان بیشتر و اون داستان میان مردم محبوبتر و در واقع مقبولتر، ابیات الحاقیش بیشتر. من اینجا خدمت شما عرض میکنم که میخوانم اونجایی که رستم رخش رو گرفته، بعد یک بخش الحاقی که از دور فریاد میکشد که من از فردوسی نیستم، که سهراب اسب گرفته. این قرینه سازی بیمزه و خنک برای این بوده که
نمیخواستن این داستان به این زودی تمام بشه به 1050 بیت. حالا من میخونم، شما خود قضاوت کنید. عرض میکنم که یکی از مشکلات دیگری که ما داریم در باب شاهنامه این است که تحقیق ماکان، شاهنامه ماکان به عنوان یک کار استاندارد دراز مدتی به عنوان شاهنامه اصلی در ایران میگشت. چاپهای مشهوری مثل چاپ آقا، چاپ اولیا استمی در روزگار خیلی قدیم، قریبا زمان قاجارها، در واقع 1272 چاپ اولیا استمی هست، اینا آمدن و با خرج بسیار زیاد رفتن هندوستان و اینا چاپ کردن. و اون چه در شاهنامه ماکان بوده به عنوان در واقع شعر استاندارد فردوسی در حافظه ملی نقش بسته. و من تعجب میکنم مرد دانشمندی مثل مرحوم دهخدا یا استاد پور داوود، اینها در واقع نقل اشعار جعلی میکنن، مثل این بیت: پی موچه بر پلاس سیاه شب تیره دید دو فرسنگ. هرگز این شعر از فردوسی نیست، اصلا این ذهنیت نیست، این ذهنیت کسان دیگری است، این شعر از روزگار مغول است. این توصیفات بدین وجه، حالا عرض میکنم چگونه است شعر فردوسی، مطابق با مقصود هست، مطابق با مقصود، یعنی این که اگر منظور رفتن و گرفتن رخش هست، صحنه ها متناسب، عرض میکنم ابیات و اشعار و ایماژ ها کاملا متناسب با مقصود، چنان که گویی ما یک فیلم رو نگاه میکنیم. حالا از فنون ادبی فردوسی که در صحبت میکنم که وصف های تشبیهی خیلی کم داره و دست به دامان مجازهای عقلی و اغراق‌های هنری زده است و این فنون رو کسی دیگری اون به جای خودش، من میخونم اینجا اونجایی که فردوسی از رخش در واقع رفته انتخاب کرد. خیلی خوب: خب یکی مادیان، ببینید هیچ گونه اغراقی نداره، کاملا صحنه رو گزارش میکنه و پیش بینی نمیکنه که این از پی موچه بر پلاس سیاه رو میدید، نمیدونم فلان، این ماجراست. چون ما هیچ، یعنی خواننده و رستم هیچ تجربه از رخش هنوز ندارن، اولین بار هست که این کره قرار است معرفی بشود در کتاب به رستم و به خواننده. این است که پی موچه بر پلاس سیاه، نمیدونم چی، اون چیزایی که آوردن اینجا برای عصر سهراب اینا مطلق اینجا نیست. در واقع سخن برابر مقصود رانده این استاد. ملاحظه بفرمایید: یکی مادیان تیز بگذشت خنگ. مادیانی که مادر رخشه، خنگ اسب سفید، اسب سفید. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. در واقع پاش کوتاه بود، بدنش مثل بدن شیر بود، دو گوشش چدو خنجر آبدار، بر و یال فربه میانش نزار. هیچ چیز تشبیهات مثل تشبیهات سبک هندی و اینا من جا نمیبینیم، یا مثل توصیفات نظامی نمیبینیم. درست داره توصیف میکند که چه گوشاش تیز بود مثل خنجر، بر و یال فربه، کمرش باریک بود، بر و یالش اما نیرومند بود. خب یکی کره از پس به بالای او، سرین و برش هم به پهنای او. کره دنبال این مادیان میدوید که به شکل مادر، سرین و سینه و سرینش، کفلش و سینهش مانند مادرش بود. خب سیه چشم و بوربرش و گاودم. خب اینجا یک واژه هست که حالا در واقع امروزه یه چیز سکسی شده است، ولی در واقع در روزگار قدیم از شبت که حالا من نمیخونم این چیزو، فولادسوم، حالا توضیحش حوصله ندارم واقعا. خب تنش پرنگار از کران تا کران، چو برگ گل سرخ بر زعفران. اینم توصیف بور ابرش بوده، لکه‌های سپید، بور اسب قرمزه، بور ابرش یعنی اسب قرمزی که لکه‌های سفید داره. خب پس سیه چشم و بوربرش و گاودم. خب اینو خوندم: تنش پرنگار از کران تا کران، چو برگ گل سرخ بر زعفران.
خب تموم شد رفت کارش. اینجا از شاهنامه است، اینجا از فردوسیه، این بقیه اینا دیگه ما از شاهنامه نیست که وارد مد شده. مثلا خب پی مورچه بر پلاس سیاه، شب تیره دیدی دو فرسنگ را. خب اینا نیست، این دو سه بیت اینجا هست که از شاهنامه نیست. خیلی خب، پس یک توصیف عادی معمولی بود، چیز اضافی نبود. سه بیت یا چهار بیت نهایتاً رخش و رستم رو داره معرفی میکنه. ما نمیدونیم این صفاتش چیست، خواننده آشنا نیست قهرمانی های رخش رو، یه اولین آشناییست. حالا ببینید که جعلکاران چی ساختن برای سهراب. آمدن نگاه کردن گفتن اه، حالا برای اینکه این کارو بکنن و یه اسبی هم برای سهراب بگیرن که در متن داستان اصلا وجود نداره چنین چیزی، در موضوع در واقع شکار رفتن رستم و اینکه سواران ترکان تنی هفت هشت بر آن دشت نخشیرگه برگذشت، پی رخش دیدن در مرغزار، بگشتن گرد لب جویبار، چو بر دشت مر رخش را یافتن، سوی بند کردنش بشتافتن. اینجا چی کار میکنن؟ این ابیاتی که فردوسی سروده که میگن آمدن و رستم خوابیده و رخش رو بردن، اونجا میبرنش تو فسیله، چهل مادیان رو نمیدونم چه میکنه و یکیش آبستن میشه. حالا این دروغ و جلد هم ساختن اول که بعد این داستان رو بسازن، چون اون هم من اینو میخونم خدمتتون از همین این مد که البته حالا عرض میکنم اینجا ببینید چگونه است. اینا هیچ کنم از شاهنامه نیست. خیلی خوب، خب سواران ترکان تنی هفت هشت، متاسفانه در این تصحیح جدید تنی هفت و هشت، ما که هفت و هشت نداریم، هفت هشت تا میشه پنجاه و شیش تا. امروز هم میگیم آقا هفت هشت نفر، سه چهار نفر. سواران ترکان تنی هفت و هشت، امروز میگیم آقا سه چهار نفر، دو سه نفر، ده دوازده نفر. این واقع عطف در بین این قرار نمیگیره. سواران ترکان تنی هفت و هشت، سواران ترکان تنی هفت هشت بدون دشت نخجیرگه برگذشت، پی رخش. اینا از فردوسی است. حالا به چه دلیل عرض میکنم؟ به دلیلی که نسخه قدیمش که اینا رو ندارن. اینها از مجعولات روزگار مغوله در واقع، یعنی بعد از مغول که شاهنامه در واقع تا اون روزگار کسی جرأت این که حالا خیلی در بابش صحبت کنی یا فرهنگش رو پراکنده بکنه، بزرگان در واقع نویسندگان این کارو نمی‌کردن، چون ما اینجا ایمش ترک داشتیم بر مملکت حاکم بودن، خیلی خوششان نمی‌آمد. یکی هم که خلفا در بغداد بودن و این یک چیز کفرآمیزی شناخته می‌شد، مدح مجوس بود، مدح گبران به قول خودشون از طریق تأخیر و مدح ایرانیان. این است که بعد یک مرتبه که مغول آمدن، چون مغول این حرف حالشون نبود در واقع، این تنگ نظری ها رو نداشتن، یک آزادی. ما میبینیم که نقل قول از شاهنامه در کتب فارسی فزونی گرفته و برای نخستین بار از میکنم مستوفی نام به حدود سال 750 اونجا اولین شاهنامه پژوه هست که قرار است تصحیح بکند. منتها رحمت الله علیه فریب خورده، فردوسی میفرماید ز شش بیور ابیاتش آمد فزون، یا همچیزی به شش بیور اشاره میکنه، یعنی 60,000. بعد این هرچی شماره میکرده شاهنامه اطراف خودش میدید حدود 50,000 تا، یه ببینید 10,000 تاش از بین رفته، در حالی که به تقریب گفته فردوسی، به تقریب گفته شاهنامه حدود 50، بین 49 تا 52,000. گفت 10,000 تاش چیکار کنیم؟ گشته که کار تکمیل کنه، فکر کرده ظلم شده در حد فردوسی، هرچی شعر جعلی پیدا کرده گوشته این تو آقای مصطفی. حالا اینجا ببینید چگونه است. سواران ترکان تنی هفت هشت بدون دخت نخشیدگه برگذشت، پی رخش دیدن در مرغزار، بگشتن گرد لب جویبار، چو در دشت مر رخش را یافتن، سوی بند کردنش بشتافتن. حالا از اینجا جعلیات شروع میشه. سواران زهر سو برو تاختن، کمند کیانی
در انداختن. چو رخشون کمند سواران بدید، چو شیر ژیان آنگهی بردمید. یعنی جعلی بودنش کاملا ظاهره. دو کس را به زخم لگد کرد پس، یعنی با لگد دو نفر کشت. یکی را سر از تن به دندان گسست، سه تن کشته شد زون سواران چند. نیامد سر رخش جنگی به بند. خب پس اون گه فکندند هر سو کمند، که تا گردن رخش کردند بند. این همه جعلی بود. از کجا؟ از فردوسیه. خب چو در دشت مر رخش را یافتند، سوی بند کردنش بشتافتند. پس اون گه فکندند هر سو کمند، که تا گردن رخش کردند بند. گرفتند و بردند پویان به شهر، همی هر کس از رخش جستند بهر. همی هر کس از رخش جستند بر، تفریح می کردن، سوار می شدن به نوبت، کاری دیگه نمی کردن. گرفتند و بردند پویان به شهر، یعنی از فاصله نخجیرگاه تا شهر اینا تفریح می کردن، داشتن می گشتن. اینا به مقصود دزدیدن رخش نامده بودن، مثلا گشت زن دشت بودن، یا هرچی دشتبان بودن، یا هرچی بودن، آمدن دیدن پی اسفاس گرفتن، سفا میکردن برای خودشون. این سوار میشد، تاخت میکرد، اسب رشیدی پیدا کرده بودن. امروز هم اگه 8 نفر برن یک جایی از این نوع آدم ها باشن، اسبی اونچنان ببینن، حتما به نوبت سواری میگیرن. این منظور اینه. خب همی هر کس از رخش جستن بهره، یعنی سواری میکردن و استفاده میکردن تا برسن به شهر. حالا به سوی فسیله، این همه تقلبه ها، به سوی فسیله کشیدن رخش، بدون تا بیابند از اون رخش بخش، یعنی بردن اونجا که ازش تخم بگیرن. در واقع این جعل اینجا ساختن که بعد برای سهراب یه اسبی باشه که اون اسب کره رخش باشه. این همش تقلباته. خب به سوی فسیله کشیدن رخش، بدون تا بیابند از اون رخش بخش. شنیدم که 40 مادیان گشت میکرد، یکی تخم برداشت از وی بدر. حالا گشت پهلوی میانه، یعنی انبوه، و به معنی بار گرفتن هم هست. حالا اینجا میگه یکیش بار گرفت. حالا خب حالا اینجا تقلب تمام میشه. این تیکه رو متقلبین یا دوستداران شاهنامه، حالا دوست نادان هم خودش داستانی است، اینو گذاشتن اینجا که بعد چیکار بکنن که اون اسب سهراب رو که بگن اون نژاد رستمه، یعنی داستان رو دیخورده گسترش بدن. بعد اینجا رستم بیدار میشه. چو بیدار شد رستم از خواب خش، به کار آمدش باره دست کش. بعد بقیه داستان. خب حالا گوش کنیم. اینجا گزیدن سهراب اسب را، این گزیدن رستم اسب را. به مادر چنین گفت سهراب گرد، که اکنون ببینی ز من دست برد. یکی اسب باید مرا گام زن. این تحصیه مول میخونم، جول مول، جولیوس فون مول. یکی اسب باید مرا گام زن، سم اسب پولاد خاراشکن. چو پیلان به زور، ببینید اینجا شروع شد، چو پیلان به زور و چو ماهی به پر، چو ماهی به دریا چو آهو به بر. ببینید اینا اصلا کار فردوسی اینجونگونه نیست. که برگیرد این گرز و کوپال من، همین پهلوانی بر و یال من. پیاده نشاید شدن جنگجو، که با خصم روینده. خصم از واژگان معمول فردوسی نیست، استفاده نمی‌کنه. دو سه باری اونم علمیست اونجا که استفاده شد چگونه است واقعا. چو بشنید مادر چنین از پسر، به خورشید تابان برآورد سر. به چوپان بفرمود تا هرچه بود، فسیله بیارد به کردار دور. گفت گلدار بیارین که سهراب اسبی به چنگ آورد، که بر وی نشیند چو جنگ آورد. همه هرچه بودند زسبان گله، که بودند که بودی به کوه و به صحرا یله. صحرا از این مصطلحات فردوسی باز خیلی خیلی کم استفاده، 3 یا 4 بار در همه شاهنامه. به شهر آوریدند و سهراب شیر، کمندی گرفت و بیامد دلیر. هر اسبی که دیدی به نیروی و یال، فکندی به گردنش خم دبال. نهادی برو دست را آزمون، شکم بر زمین برنهادی هیون. این داستان که شکم بر زمین برنهادی در باب رخش هست. ببینید اینجا اونجایی که رخش رو گرفته، من میارم خدمتتون، عیناً همونه. پیداش کنم یک بار دیگر به شما نشون میدم که عیناً همان است.
ببینید آها خب بیفتاد و خب بیفشرد ران رستم زورمند. شعر فردوسی معلومه این صلابت و زیباییش، خودش میگه بر او تنگ تن کرد خم کمند، بیازید چنگال گردی به زور. بیفشرد یک دست بر پشت بور، نکرد ایچ پشت از فشردن تهی، تو گفتی ندارد همی آگهی. چون به هر اسبی که دست میزد اسب میخوابید، یعنی اسب تکون نخورد. بدو گفت کین برنشست من است، کنون کار کردن به دست من است. بعد یک قطعه اینجا داره که خارق العاده است واقعا، میگوید که برآمد چو باد دمان از برش، بشد تیز گل رنگ زیراندرش. سوار شد رستم از شلو به تاخت کرد، بشد تیز گل رنگ زیراندرش. ز چوپان بپرسید کین اژدها به چند است و این را که داند بها. قیمتش حالا چنده؟ چون این داد پاسخ که گر رستمی، برو راست کن روی ایران زمین. برو اگه تو رستم هستی برو راست کن روی ایران زمین. مرین را بر و بوم ایران بهاست، قیمتش به اندازه کشور ایرانه. مرین را بر و بوم ایران بهاست، بر این بر تو خواهی جهان کرد راست. یعنی با این اسب دنیا رو به راه خواهی آورد. خب حالا ببینید ابیات، ببینید. نهادی برو دست را آزمون، شکم بر زمین بر نهادی هیون. به زورش بسی اسب نیکو شکست، نیامد شایسته اسبی به دست. نبود هیچ اسبی سزاوار او. به بود تنگ دل اون گبه نامجوی، سرانجام گردی از اون انجمن بیامد به نزدیک اون پیل. یه پهلوانی هم اونجا بود، وقتی دید که هر اسبی از لایق نیست یه اومد بود. یکی که دارم یکی کره رخشش نژاد، نوشته اینجا که دارم یکی کره رخش نژاد. یک فسادی در چیز هست بعض اوقات، در وزن و گاه در قافیه، در چاپ مهر. مثل این میگوید که دارم یکی کره رخش نژاد، نه، که دارم یکی کره رخشش نژاد، به نیرو چو شیر و برفتن چو باد. یکی کره چون کوه وادی سپر. حالا ببینید این این همون تشبیهات اون روزگاره، کوه وادی، مثل یک کوهی که حرکت میکنه. به صحرا به پویه چو مرغی بپر. به زور و برفتن به کردار هور، ندیده است کس همچنان تیز بور. یادتون باشه اینم باز بوره، یعنی قرمزه. حالا اسب نمیشناخته، بعد تبدیل میشه به خنگ، یعنی میشه اسب سفید چند بیت پایین تر. خب به زور و برفتن به کردار هور، ندیده است کس همچنان تیز بور. ز زخم سمش گاو ماهی ستو، به جستن چو برق و به هیکل چو اصلا هیکل. اصلا در کل شاهنامه یه بارم هیکل به کار نرفت، یکی قویه که اینجا آورده. حالا باید من اینا رو نگاه کردم، حالا باید دقت کنم ببینم چی بود، چند تا بود میدونم. حالا ببین، به کوه بر دونده به سان کلاغ، به دریا درون او به کردار ماغ. حالا این در واقع اصول تشبیه رو هم بلد نبوده درست، یعنی این که ما مشبه داریم، مشبه هم به، درسته؟ مشبه هم به همیشه بسیار قویتر و بزرگتر از مشبهه. مثلا فرض کن ما میگیم اون شیر چون رد میخروشید، مثلا ما نمیان بگیم که شیر همچون روباه نعره میزد که بابا جان، که ما میگیم که حسن آقا مثل شیر حمله کرد. هرگز نمیگیم شیر عین حسن آقا از بیش آمد بیرون که. بنابراین اینجا این کوه وادی سپر تشبیه شده است به یک مرغی که میدوه. اینم هنر شاعریش بوده. بعد به کوه بردبنده به سان کلاغ.
به دریا درون او به کردار ماغ. ماغ حالا چیه؟ ماغ چیز سیاه، پرنده سیاه سو آباز. به صحرا رود همچه تیر از کمان، رسد چون شود او از پی بدگمان. ببود شاد سهراب از گفت مرد، بخندید و رخساره شاداب کرد. ببردند اون چرمه خوب رنگ، به نزدیک سهراب یل بیدرنگ. خب بور بود اونجا، یعنی عصر قرمزی بود. یه مرتبه اینجا شد چی؟ اسب سفید رو بردن، بله رنگش تغییر کرد. ببردن اون چرمه خوب رنگ، به نزدیک سهراب یل بیدرنگ. اگر فردوسی در داستانها چرمه میگه، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، حقیقتا اسب سفید گزارش میکنه، چون با هم در واقع مطابقت داره. بعد هم یا اسب سیاه، اسب سیاه در داستان پس رستم اسفندیار، اسب اسفندیار اسب سیاه هست. خب حالا دنبالش هم میخونم ابیاتشو، ببینید. خب من اکنون چو باید سواری کنم، به کاووس بر روز تاری کنم. بگفت این آمد سوی خانه باز، همین جنگ ایرانیان کرد ساز. خب اینجا دیگه بقیهش دیگه، بقیه داستانه. بله زهر سو سپه شد برو انجمن، این بیت اصیل درسته که هم با گهر بود هم تیغ زن. بعد نیدا باز به پیش نیا شد به خواهشگری، و از او خواست. اینا باز دیگه تو متون قدیم نیست. یعنی ما سه شاهنامه قدیم داریم، یکی 614 فلورانس که حالا یک شیعه صفیحی مقدمه نوشته، یه چیزای خنده‌دار مسخره، بعد ابتداش هم یه چیز اضافه کرد، آقا دروغاش کردن من نیست، اما مد قدیمیه. یکی این کشف بسیار بسیار مهم سنت جوزف، یکی هم شاهنامه لندن 675. بعد از قرن نهم به بعد که صدها نسخه برجاست که از همین هاست، و اینا آمدن عرض کنم که هرچه دروغ بود سرهمبندی کردن، و هرچه افسانه بود که همین هم شیرین البته گذاشتن در مقدمه یک شاهنامه مشهور که ما بایستانگوری مینامیم، شاهنامه بایستانگوری، و از اون طریق هم اینا مشهور شدن. همه این الحاقات اینا اونجا هست در شاهنامه بایستانگوری، بسیار الحاقات هست، اما به هر صورت برای پادشاهی تهیه شده و حتما متون قدیم داشته، میشه ازش استفاده کرد برای کار تطبیق. اما از ابتدا باید دانست که ابیات الحاقی و اینا بسیار هست درش، دخل تصرفات. اجازه فرمایید که ما یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما بزرگوار. با درود بر هموطنان گرامی، آهنگی که شنیدیم دوستان نوشتند و به من دادن، آقای علیرضا قربانی خواننده، آهنگ از مهندس همایون خرم، تنظیم بابک شهرکی، شعر بهادر یگانه سال 78 گویا گفتن به من. خیلی صدای خوبی بود. ببینید عرض شد که خواندن تصنیف و تران در ایران برافتاده، و خدا نکند که یه چیزی نامتناسب باشد. عرض کردم که یعنی تصاویر شاهنامه متناسب با لحظه ها و صحنه است و مقصود. یه جوانی میبینید 17 ساله 18 ساله نشسته، باید مطابق با ذوقی که در واقع متناسب با سن و سال و خواسته های انسان در اون سنینه بخونه. همه شدن درویش، زنده شدم نمیدونم یار پسندید من یک کاره که دراویش میکردن توی خانقاه ها، دراویش قلندر عرض میکنم که جهانگشته شاخ شکسته. آخه چه زنده شدم یار پسندی مرا، چیزای نامتناسب و زشت واقعا. حالا یه کسی آقا در یه سنی یه موسیقی دیگریست، اون در خانقاه بوده، چیز دیگری بوده، یه دم دیگه ترشی و نمیدونم دهل و نمیدونم تبل و تشت و نمیدونم قابلمه و اینا میزنن و میخونن از این چیزا. همه چیز ما مثل همه چیز ما شده در من بگم یا پسندید مرا. خب هر سیاحت خدمت کارمون خیلی خرابه. خب ماکان مرد دانشمندی بوده، به فارسی هم خیلی مسلط بوده، بسیار هم زحمت داشته. در واقع ترنر ماکان وارث تحقیقات لومستنه،
لومستن و اینها بیشتر کاری که کردن نسخه‌ای که در اختیار داشتن نسخه‌ای بود که بیشتر در هندوستان تحریف شده بود، بیشتر هم از سال 1000 جدیدتر هستند. در گزارش خود ماکان داد از سر ابتدا کتابش هست، وقتی که میخواهد بگوید این شاهنامه در ایران نوشته شده است، میگوید به خط ایران، به خط ایران. و در یکی از زیرنویساش که من خود در واقع نوشته هاشو، همه نوشته هاشو که در باب کتاب هست به نام تکستوال نوت میگوید، این نوشته هایی که مربوط به این تکست هست ندیدم، اما یه زیرنویسی در اثر خیلی بزرگ نولکه دیدم که آورده بود که ماکان میگوید من در این هندوستان بسیار گچ بوده، زبان فارسی بسیار بسیار رایج بوده در هندوستان و مایه افتخار بوده، زبان علم و معرفت بوده، کما که در ترکیه هم همینطور بوده. میگوید هر چه گشتم بین این فرزانگان روشنفکران دیدم اینا هیچ کدوم کتاب رو نخوندن، اینقدر هست که یه چند بیتی حفظ دارن. مثلا بهترین این آدمایی که من برخورد کردم مثلا 80 بیت حفظ داشت و مرتب میخوان و به به و چهچه میکرد، تکریم و تعظیمی داشت در حق فردوسی، در حالی کتابش رو نخونده بود، همین چند بیتی که حفظ کرده بود. من دیدم که این از شبت که بیشتر 94-95% کسانی که مطلب نوشتن راجع به این کتاب و اینا معلومی نخوندن واقعا کتاب رو. من میدانم که مرحوم ملک الشعرای بهار 12 باری کتاب رو خوانده، زمانی که در تبعید رضا شاه بود در اصفهان خود او گفته باری میگه نمیخوانن این کتاب رو، فقط ادعا میکنن که خواندن، ولی میپرسیم این بلد نیستن. یه چند بیتی هم چون شعر ساده هست حفظ هستن و خیال میکنن که کتاب رو خواندن. خب هر میشود که اینم از الحاقات عجیب غریب که در اینجا هست. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم این منظومه رستم و سهراب که 1014 بیت هست در، اگه خطا نکنم، یا 16 بیت در این نسخه فلورانس، 1053 بیت هست، البته 1051 بیت، 2 بیت هم در حاشیه هست با همون خط کاتب اصلی، در تصحیح ماکان به 1600 و اندی و در تصحیح ژول مول، که اینا ما واقعا مدیون زحمات این بزرگان هستیم، آدم مثل مول یا ماکان اینا، هزار مطاب نسخه بهتری شاید در اختیار نداشتن، چون ایشون که در هندوستان بود لومستن و نسخه هندی رو جمع میکرد، ایشون هم در اروپا بود، دسترسی به نسخه قدیمتر نبوده و این الحاقات وارد کارشون شده است. البته مول خیلی کمتر، 1400 و اندیست این ابیات اینجا آمده است، در واقع خدمتتون عرض بکنم به دقت. بله قریب 1400 و در پایانش نگاه میکنم خدمتتون، 1460 بیته، یعنی در واقع حالا اگر بعضی را هم ما جای تردید بگذاریم که آیا هست یا نیست، چون ما که نمیدانیم در این دو سه قرنی که هیچ خبری نبوده واقعا چه گذشته و چه بوده و اینا، اما این 1460 بیت بوده که بعض اینها به وضوح یکی هم مباحث الحاقی این هست که ولی آقای روی خط هستن. آقای کربلایی چقدر؟ بله سلام علیکم، نمیتونیم بکنیم یه دقیقه. آقای کربلایی درود بر شما. درود بر شما عزیزم. اینطور که جناب مهندس گفت فرصتی برای خوندن نیست، فقط اجازه بدید که من خدمت شما نه آقای کربلایی، آقای کربلایی بزرگ ایران درود بفرستم، مجددا سال نو رو تبریک بگم، یه خط بخونم کافیه قربان. آقای کربلایی شما همون طبق معمول شاهنامه‌تون رو بخونید، اگه نبود برنامه رو قطع می‌کنید. خواهش می‌کنم بفرمایید. اصلا برنامه رو یعنی از تلویزیون پارس من قطع می‌کنم از بی‌خوابان. یومان مبینی شهر من در کفن، یدی دار زوری بیفزایدت، کس از بخردان نیز نستاید.
دست مرا که جویان بودن دین افت مرا بگویید برون پرهنر بخردون که بدرود باشید تا جاودان ز تاج پدر بر سرم بد رسید در گنج را جان من شد کلید. با درود به جناب مشیری عزیز، جناب مهندس، کارگردان محترم برنامه، مدیر محترم تلویزیون، همه کارکنان زحمتکشان، ملت بزرگ ایران به امید پیروزی. توی اینترنت دیدم که یه جا نوشته بود که کمر بسته شدن رستم به دست حضرت مولا. بله بله، این از این هم هست. بله بله، رستم نامه ها داریم. خیلی خیلی ممنون، قربان شما برم، خداحافظ شما. درود بر شما وطنان. عرض کردم من تلویزیون پارس رو ترک میکنم. نه این واژه اشتباه آمد، به هر صورت البته سخنم مشروط بود. باری هموطنان گرامی، خیلی سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید، و همزبانان گرامی در هر جا که هستید سپاسگزارم از شما، از دوست گرامی امیر داوطلب فرمان. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.